درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. Chers amis, nous sommes au Sénat aujourd'hui où se déroule une conférence Femme, vie, liberté, Iran, révolte ou révolution. À cette occasion, je voudrais rappeler aux Français la tragédie que traversent mes compatriotes et solliciter l'aide du gouvernement français. Depuis 43 ans, l'Iran est gouverné par un régime de la terreur. Ces deux derniers mois en particulier ont montré au monde entier jusqu'où ce régime était prêt à aller pour étouffer toute opposition et faire taire son peuple. Ce ne sont pas les premiers soulèvements qu'il a écrasés, mais nous sommes ici, aujourd'hui, pour nous assurer que ce seront les derniers. شاه فقید ارتش ایران رو به پنجمین ارتش دنیا تبدیل کرد، ولی برای سرکوب مردم خودش نیروی ضد شورش نداشت، چرا که باور نمی کرد بخواد با مردم خودش بجنگه. اما در جمهوری نکبت اسلامی بیشترین سلاح از چین و روسیه و دیگر همپیمانانش برای جنگ با مردم ایران خریداری شد. هم میهنانم 74مین سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر امسال در شرایطی برگزار می شود که نظام جهل و سیاهی در ایران برای بقای قدرت خود از هیچ جنایت حتی کشتار کودکان و جوانان دریغ نداشت و ندارد. شما فرزندانم، کودکان، دختران، دانشجویان، استادان، کارگران و پیران و جوانان با رویارویی با گلوله، زندان، شکنجه، حماسه تازه‌ای در تاریخ پرفراز و نشیب ایران آفریدید. شعار انقلاب شما زن، زندگی، آزادی گویای تمام آرزوهای ملت ماست. حق زندگی در آزادی و رفاه و برابری زن و مرد از جمله ارزش‌های زمان ماست که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بازتاب گسترده‌ای دارد و این همان ارزشایی است که در 4 دهه گذشته از سوی حکومت ولایت فقیه در ایران لگدمال شده است. صدای انقلاب شما در جهان تنین انداخته است و مورد ستایش مردمان آزاده جهان و ایرانیان خارج از میهن است. من یک بار دیگر از نیروهای انتظامی ایران در هر لباس و مقامی که هستند میخواهم که تن به کشتار و سرکوب هم‌میهنان ندهند. آنها همه کودکان، خواهران، برادران، مادران و پدران شما هستند. به امید پیروزی نور بر تاریکی و آزادی ایران زمین. حقوق بشر واقعی رو کوروش بزرگ، پادشاه شریف و نابغه ایرانی به معنای واقعی اجرا کرد. آن زمان که او بر 2/3 خشکی‌های جهان حکومت کرد و همه عقاید و مذاهب در ایران آزاد بودند و حق مظلوم از ظالم گرفته می‌شد. نه در دنیای امروز که یک مشت اروپایی دزد و بی فرهنگ تنها با گفتن اه خیلی بد بود ژست حقوق بشر می‌گیرند. نه تنها اروپایی‌ها بلکه جهان مدرن غرب حداقل 3000 سال دیگه باید زندگی کنن تا مفهوم حقوق بشر 3000 سال پیش ایرانی ها رو درک کنن، مفهومی که هرگز موفق به اجرای آن هم نخواهند شد. و اینکه دوست من، هیچ کس اندازه من و تو نمیتونه به ملت ایران کمک کنه تا نجات پیدا کنه. اگر فکر میکنی هزینه آزادی زیاده، به پشت سر خودت نگاه کن تا هزینه سکوت 40 سالت رو ببینی. Nos intellectuels, nos artistes, nos femmes, nos jeunes, nos minorités ethniques et religieuses. Sa seule obsession a été de consolider son pouvoir au détriment du plus grand nombre. Elle a bafoué l'ordre fondé sur le droit international, elle a déstabilisé ses voisins. Elle a été une négation de la laïcité et de la modernité, dans la loi comme dans la pratique.
On a construit un système qui maintient les femmes dans l'ombre, qui plonge le peuple dans la misère et l'iniquité, qui empêche quiconque n'est pas d'accord avec le régime de pouvoir agir ou demander justice. برادر رامین حسین پناهی ویدئویی از پدر و مادرش منتشر کرده که با آتش زدن طناب دار خواستار اعدام نشدن فرزندانشون میشن و به اعدام نمیگن و حالا در همین رابطه لبخند رضایت و خوشحالی و شیطانی حرامزادگان نظام در برابر معترضینی که حکم اعدام گرفتن رو ببینید. میرسه روزی به زودی که بعد از اعدام خانواده های شما ما هم رقص و شادی برپا کنیم. Qui remplit ces prisons de citoyens tout simplement attachés à leur liberté et qui menacent leur famille. Qui réprime les étudiants dans les universités, les enfants dans les écoles, un système, un régime qui tue. Le peuple français, qui a accueilli avec humanité de nombreux réfugiés et dissidents iraniens, connaît bien la brutalité de ce régime. Qu'il s'agisse de mon propre cousin, le capitaine de vaisseau Shahriar Shafir, ou de l'ancien premier ministre, Shahpour Bakhtiar, nombreux sont ceux qui ont subi sur le sol français les exactions de ce régime. پزشکان جهان تلاش میکنن که توجه جهانی رو به حکم اعدام دکتر حمید قره‌حسن‌لو جلب کنن و جان او رو نجات بدن، بلکه مردم جهان ببینن که حکومتی وجود داره که در آن پزشک و معلم و ورزشکار رو یا با گلوله میکشن و یا با طناب دار اعدام میکنن به جرم زندگی تحت حکومت اسلامی. As a doctor, I took an oath to save lives. Don't take mine. I am Dr. قره‌حسن‌لو. نظام‌های دیکتاتوری و استبدادی در طول حیات خودشون سه دوره دارن. در دوره اول اکثریت مردم سرمست از ایدئولوژی به دنبال رهبران خودشون راه می‌افتن، انگار بهشت گمشده خودشون رو یافتن. ایدئولوژی رو در بس می‌پذیرن و خواهان کوچکترین تغییری در آن نیستن. در دوره دوم اما اندک اندک واقعیت چهره خودش رو نشان داده و هیچ کدام از وعده های رهبران تحقق نیفته و مردم از نظام دلزده و مایوس میشن. در این دوره گروهی به فکر اصلاحات میفتن ولی به دلایل متعدد، از جمله اینکه اصول ایدئولوژی رو نمیتوان تغییر داد، اصلاحات سرانجام راه به جایی نمیبره و سرانجام در دوره سوم و یا همان دوره پایانی نظام های دیکتاتوری متولیان تمامیت خواه سعی می کنن از خشونت اوریان استفاده کنن و از بین همفکران سابق هر کس با آنها کوچکترین زاویه دیدی داشته باشه رو از دایره خودی ها می رانن و تصفیه های گسترده شروع می شه و دایره خودی ها کوچک و کوچکتر و ناکارآمدی ها عمیقتر و تعداد مخالفین بیشتر و بیشتر می شه و نهایتاً سیل اعتراضات میاد و همه چی رو با خود می بره. Cette violence demeure incomparable avec celle que mes compatriotes en Iran ont eu à subir durant ces quatre décennies. Une violence qui n'a pas cessé de sévir. Depuis plus de deux mois maintenant, cette horreur n'a toutefois pas entamé la détermination du peuple iranien. Car le peuple iranien a toujours refusé de se défaire aux passions et aux croyances sombres des ayatollahs. Je lui réaffirme, ici, devant vous, toute mon admiration et tout mon soutien. Cette bravoure exceptionnelle, cette ferveur révolutionnaire dont le monde est témoin, doit vous conduire à ne plus considérer Ali Khamenei et ses cavaliers de l'Apocalypse comme les représentants légitimes de la volonté iranienne. Din yek barodar bozorg dare be nam akhlaq ke vaghti ba qudrat ezdevaj mikone sahib farzandi mishe be nam maslahat ke in farzand ham din ro mikoshe va ham akhlaq ro. Daftar tarikh pour az in vaslat-hay shum. Si vous avez encore la moindre question quant à ce qui motive les sacrifices du peuple iranien, ce que le titre de cette réunion implique, je vous invite à prêter attention à ce slogan. Dans toutes les rues du pays, le peuple tyran scande « À bas la République islamique, femme, vie, liberté, nous nous battrons, nous mourrons, nous reprendrons l'Iran. » شما هر جای دنیا بری بگی ما مملکتمون رو از دست سمت راستی گرفتیم و دادیم به دست سمت چپی، یک گلوله میزنن وسط پیشونید. اسم حرکتی که ملت ایران
در سال 57 زدن رو نمیشه خودکشی دست جمعی نامید، نه لگد زدن به بخت، نه نمک نشناسی، نه حماقت، نه جوگیر شدن، نه زدن خوشی زیر دل و نه هیچ واژه و عبارت دیگری که بتونه عمق فاجعه رو بازگو کنه. شاید ترکیبی از تمام این اوصاف بتونه اندکی ابعاد این حادثه تلخ رو روشن کنه. اما به طور حتم باید جامعه شناسان خبره کتاب‌ها در موردش بنویسن تا شاید آیندگان بفهمن چی شد که ملتی کشور در حال پیشرفتشون رو دو دستی به اعماق منجلاب عقب ماندگی انداختن. این جنون همگانی بدون شک میتونه از مهمترین موضوعات مورد بحث در علم روانشناسی جامعه باشه. پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد. Une telle chute ne suffirait pas à arracher le pays à la tyrannie religieuse, aux restrictions économiques, à l'isolement international. Pour parvenir aux objectifs que le peuple iranien se fixe, le nouvel Iran devra faire sien les principes de la démocratie, du pluralisme et de la laïcité. D'abord, le régime doit être tenu pour responsable des crimes qu'il a commis et continue chaque jour de commettre contre le peuple iranien. Je formule donc la demande que les prétendus diplomates du régime en poste en France soient expulsés et que l'ambassadeur de France à Téhéran soit rappelé à Paris. Il faut sanctionner les dignitaires de ce régime qui se sont livrés à des violations des droits de l'homme, où qu'ils soient. M'adresser à vous, m'adresser à la France, c'est m'adresser au monde. Un monde qui, en soutenant le peuple iranien, a tout à gagner. Les Iraniens portent dans leur âme la générosité et l'hospitalité. Ils se souviendront de ceux qui les ont soutenus dans les moments charnières de leur histoire. Et je voudrais pouvoir leur dire, très bientôt, dans un Iran libéré, que la France et son peuple se sont tenus à leur côté. Vive l'Iran, vive la France et vive l'amitié franco-iranienne. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.